عملیات نجات در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان همچنان ادامه دارد. حدود 48 ساعت پس از سرازیر شدن سیلاب ها هنوز هم برخی ها زیر آوارها ماندند. حکومت ها داد از کمک میزنند، اما این کمک هیچگاه عملا در دسترس مردم قرار نمیگیره. شما ببینین آدم های کینج استاد هستند، آدم های کینج حضور دارند. هر کدام از یک پرسان میکنی که بیاد آدم چی کمک به دست تو رسیده، میگه هیچ. خیمام نامده، دوام نامده، اویلیای مردم کلش متضرر است، کلن در مجموع تخریب است. نفرش در زیر انوار گل مانده، تا بالا که آن اسکواتور هست کار میکنند، بلدوزر هست کار میکنند برای نفر. در دو روز اخیر ولایت های پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننگرهار، وردک، لوگر، لغمان، نورستان و پکتیا شاهد سیلاب های ویرانگری بودند. صدها خانه و 155 جریب زمین زراعتی ویران و بیش از 600 دام تلف شدند. به خاطر باران های دیروز شب سیلاب های زیاد سرازیر شد. پنجشیر بازار را برد، سرکار را برد، موترها را برد، حتی انسان ها را برد. امیدوار هستم که حکومت و نهادهای کمک رسان دیگه و این قریه و به این مناطق پنجشیر توجه کنند و کمک هایی را که اشد ضرورت مردم دارن برشان برسانند. حکومت افغانستان میگوید که تاکنون 151 تن در این خشم ویرانگر طبیعی جان باختند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که ابعاد این فاجعه بزرگ است و نهادهای داخلی و خارجی نیز باید دست مردم را بگیرند. فاجعه بسیار کلان است. ما بود فاجعه را فقط در تعداد 151 تن شهید که فعلا داریم نبینیم، چون حادثه وقتی اتفاق میافتند یک حادثه است، ولی متاسفانه بعد از این بودی بشری از بیشتر از او از خانواده یک بیدن سرپرست میشن، خانواده یک اعضای فامیلش از دست میدن، خانواده تمام زندگیش از دست میدن، نیاز به دستگیری دارن، نیاز به کمک دارن و یک کمک هم باید ادامه پیدا کنه. بنابراین ما و جواب سوال باید بگیم که ما خواستار ادامه کمک از طرف نهادهای ملی، نهادهای بین المللی، تجارای افغانستان و نهادهای خیریه هستیم. اما از زمان وقوع این رویداد کمک های مردم به پروان رسید. نیروهای امنیتی نیز نان و آب به مردم توزیع کردند و در پاککاری محلات سهم گرفتند. کمک ها شامل فراهمسازی مواد غذایی، ارائه خدمات صحی، انتقال اجساد از زیر آوار و همچنان پاکسازی راهها از وجود زباله ها گلولای است. این کمک ها ادامه دارد. این سیلاب ها در حال قربانی می گیرند که اوایل امسال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هشدار داده بود که سیلاب ها جان 7 میلیون افغان را تهدید می کنند، که از این میان بیش از 1 میلیون تن با تهدید بلند روبرو هستند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.